یکی از مشکلاتی که اکثر اماکن عمومی و خصوصی با آن مواجه هستند حفظ امنیت است و برای رفع آن درب ضد سرقت مطرح است، ولی با یک کارت میتونید این در رو باز کنید به خاطر خلایی که داره. در مقابل این ضریب پایین امنیت، چند جوان قائم شهری اختراعی را به ثبت رساندند به نام قفل دیجیتال غیر قابل نفوذ. محصول ما دارای گواهینامه ثبت اختراع. مشابه خارجی قابل رقابت با این طرح نیست. مشابه خارجی دستگاه ما هم تو بازار هستش که فقط به صورت یتیکه یه نفر بیاد اینو باز بکنه، به راحتی میتونه در خونه شما رو باز بکنه. نقطه قوت دستگاهی که شما تولید کردین چیه؟ نقطه قوت ما اینه که ما دستگاه رو به صورت دو تیکه درست کردیم، یعنی یه قسمت بعدیش میاد داخل اتاق قرار میگیره، دسترس کسی قرار نداره. این عزیزان ضمن اینکه تولید میکنن به بازارشون باید فکر کنن. کلید در منزل جا بماند، شما پشت در نمیمانید. به دلیل چند لایه و دو تکه بودن، دوز دست خالی برمیگردد. یه سنسور ضد سرقت داخل این دستگاه هستش که به محض شل کردن این پیچ‌ها این سنسور عمل میکنه و شروع به آلارم زدن میکنه. حالا من این کارو براتون انجام میدم. آلارم فعال شد. دستگاه همزمان قفل کنید. رمز شما لو نمی‌رود. الان در دست اتاق من باز. ما الان به رمز شما آگاهی پیدا کردیم. برای اینکه مطلع نشیم چیکار می‌کنید؟ من یه رمزی رو می دستگاه میدم، مثلا عددهای غیر مستقیم میدم. بعد رمز خودم لای این عددو میزنم. شما متوجه نشدین رمز دستگاهی من چنده. با توجه به نو بودن این فناوری و در صورت حمایت شدن میتواند اشتغال زایی بالایی داشته باشد. به صورت مستقیم و غیر مستقیم حدود 15 نفر مشغول به کاریم. مبلغ محدودیت ما نداریم، تا 10 میلیارد اختیار استانه که ما پرداخت کنیم. بسته به نوع تر و میزان اشتغال زایی که دارن عزیزان میتونن از این تسهیلات استفاده بکنن. این تنها یک نمونه از صدها اختراع مخترعین جوان مازندرانه. حمید رضا پایدار، شبکه خبر، قائم شهر.